بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت کلیه دوستان عزیزم در سایت آی تی پرو. من پوریا تعبدی، کارشناس ارشد امنیت شبکه، مشاور و مدرس رسمی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو هستم و افتخار این دارم که با فصل پنجم دوره جامعه MTCNA در خدمت شما عزیزان باشم. خدمت گرشد عزیزانم، همونطور که در فهرست اولیه در حقیقت فصول دیدیم، فصل پنجم بیشتر هم و غمش در باب مفاهیم ARP، DHCP و در حقیقت تولز های کاربردی هستش که میکروتیک عمدتا برای ترابل شوتینگ و یا تسهیل در ترابل شوتینگ از اونا استفاده میکنه. خب اگر اجازه بدید بریم مستقیما سر درس امروزمون. خب عزیزانم، همونطور که اطلاع دارید ما برای آدرس‌دهی توی شبکه های لن از مفهوم و آدرس استفاده میکنیم به نام مکادرس. مکادرس یه آدرسی هستش که در حقیقت کمپانی تولید کننده قطعات شبکه، مثلا تولید کننده سویچ، راوتر، نمیدونم کارت شبکه و اینا، میاد در حقیقت این آدرس رو در ابتدای هم در داخل آی سی های کنترلر اون قطعاتش برن میکنه و عملا در حالت عادی غیر قابل تغییر میباشن. میدونیم که مکادرس تشکیل شده از 6 قسمت که هر قسمت در مبنای هگزادسیمال در حقیقت بیان میشه. 3 قسمت اولیه رو تو تمام محصولات یک کمپانی ما یک مقدار مشترک میبینیم و یعنی اینکه مثلا فرض بریم بگید اگه من 4 تا کارت شبکه دیلینک خریدم، تو هر 4 تاشون اون 3 قسمت اولیه که در حقیقت به OUI مشهور بود مشترک هستش. OUI یا Organizational Unique Identifier مقداری شد پس که تو تمام محصولات یک کمپانی مشترکه و ما از این مقدار میتونیم بفهمیم که این قطعه ساخت کدوم کمپانی هستش. اما سه قسمت بعدی که UAA یا Universally Administered Address خونده میشه، توی تک تک قطعات یک کمپانی به صورت یونیکه. یعنی من توی اون 4 تا کارشبکه دیلینکی که از کم خدمتتون این در حقیقت مقادیر به صورت کاملا یونیک و واحد و منحصر به فرد هستش. پس دو تا دیوایس توی دنیا تولید نمیشن که در حقیقت سه قسمت بعدیشون با هم مشترک باشه و هر در حقیقت دیوایسی اون سه قسمت بعدیش یا UAAش به صورت کاملا انحصاری خواهد بود. حالا نکته ای که وجود داره اینه که من توی شبکه های در حقیقت لن که از مکادرس استفاده میکنم، اگه دقت